نخستین جرقه مردم سالاری در ولایت پنجشیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی گزارشنامه افغانستان، نخستین جرقه مردم سالاری در ولایت پنجشیر. مردم برای تعیین ولسوال به پای صندوق‌های رای رفتند. مردم شهرستان حصه اول ولایت پنجشیر در یک حرکت نمادین و الهام بخش ولسوال معرفی شده از سوی مرکز را رخصت کردند و برای انتخاب ولسوال جدید صندوق گذاشتند و از مردم خواستند تا ولسوال را خود انتخاب کنند. قرار است برای انتخاب ما بقیه ولسوالی ها در این ولایت نیز صندوق رای گذاشته شود. دموکراسی واقعی یعنی همین، یعنی مردم نقش مستقیم در انتخاب مدیران و مسئولین داشته باشند. در شرایطی که قرار است تا 10 روز دیگر در کنفرانس استانبول روی نوعیت و ساختار نظام آینده بحث و گفتگو شود، این فرهنگ پسندیده و انسانی باید در تمامی ولایات ها به منصه اجرا گذاشته شود. والیان، ولسوال ها، شهردارها و بقیه مسئولین و مدیران رده بالا باید به رأی مردم انتخاب شوند. از فضایل و خوبی های توزیع افقی قدرت، ساختار غیر متمرکز این است که به همه شهروندان کشور فرصت فراهم می کند تا در یک رقابت سالم و انسانی برنامه های خود را تشریح کنند و با گزینش از سوی مردم در رشد و آبادی کشور سهم بگیرند. در یک نظامی که قدرت در آن به شکل افقی توزیع می شود، فرصت رشد، پیشرفت و بالندگی برای همه فراهم است. برعکس در نظام متمرکز و عمودی که قدرت در انحصار یک گروه باشد، فرصت رشد و پیشرفت هم برای همان گروه خاص فراهم است و بقیه مردم از داشتن شانس انتخاب شدن و خدمتگذاری محروم می شوند. با چهره هایی که در 6 سال گذشته در حکومت آقای غنی مانند سمارق یک شبه رشد کردند توجه کنید. اکثریت قریب به اتفاق آنان از یک تیم سیاسی و متعلق به یک حلقه کوچک هستند. از نظر تباری متجانس و از نظر ایدئولوژیک با یک طرز فکر برتری جویانه، افراد فاسد از یک حلقه کوچک گاهی وزیر می شوند، گاهی والی، گاهی رئیس و گاهی هم سفیر. وقتی هم بیکار می مانند، مشاور ارشد تعیین می شوند. به این ساختار قرون واسطا و فرهنگ واپسگرا و غیر دموکراتیک باید نقطه پایان گذاشته شود. کنفرانس ترکیه فرصت خوبی است تا بحث ساختار نظام آینده به شکل اساسی حل شود و یک ساختار انسانی و عادلانه جایگزین ساختار قرون واسطا و ظالمانه فعلی شود. اگر رهبران سیاسی شرکت کننده در این کنفرانس اشتباه بن را تکرار کنند، نسل نو قطعا در برابر آنان استاد خواهد شد. تاریخ قضاوت کننده بی‌رحم است. مراقب باشید. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم.
جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.